همونجور که در ابتدای برنامه با آگاهی شما رسید، جشنواره بین‌المللی فیلم ساندنس در شهر پارک سیتی در ایالت یوتا در جریانه. یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی در جهان. فیلی براون یکی از اون فیلم‌هایی که در جشنواره امسال به نمایش در اومده. داستان یک خواننده جوان رپ در شهر لس‌آنجلس که برای رسیدن به موفقیت با مشکلات فراوانی روبرو میشه. در این فیلم گروهی از بازیگران سرشناس سینمای آمریکا بازی می‌کنند و نمایش اون با موفقیت قابل توجهی هم همراه بوده. Santa, you kill him again, right? Yeah, I like that track. Hey, I heard her stuff is hot. Can I make sure you have some time? Philly, you ready? All right, let's make it official. We told you we would have her back in the studio live in effect. Philly Brown! I'm not trying to put you on the spot. Oh, but I have a feeling you're about to. Uh-huh, and rumor in the street said you was going to blow the spot, so I'm going to have Santa drop something on you. Real nice, though, Santa. Real nice. Let me feel you. Go ahead, hit it, Santa. Ooh! I can feel this. I can feel this. It's one of the nicest I've heard in a long time. Really? Mm-hmm. You got no excuses on this one, Philly. I'm walking out the door. It's time to hit the world up. I'm tired of feeling helpless at the crib cooped up. So I got my head up and I'm plotting on my next plan. Visionary of a world I'm currently living in. Imagination of a nation of the freest. I'm trying to open up their eyes but they don't see us. It's just me. امشب با یوسف دلارا کارگردان و امیر دلارا تهیه کننده این فیلم هستیم تا در همین رابطه گفتگو کنیم. به شهر پارک سیتی در ایالت یوتا میریم. یوسف و امیر عزیز به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما هستین. سلام. خیلی ممنون از بودن با شما. من سوالاتم رو به ترتیب مطرح میکنم، شما خودتون به هر نحوی که صلاح میدونستین جواب بدین و ما حرفای شما رو میشنویم. ولی پیش از هر چیز میخوام بدونم که در جشنواره ساندنس چی میگذره، اونجا چه خبره، امسال چه تفاوتی با سالهای قبل داره؟ در امسال، فرق امسال اینجور که صحبت میشه درباره فیلمایی که در ساندنس هست، کوالیتی فیلم ها خیلی بالاتر از سال پیش هستش و کسایی که برای خرید فیلم اومدن یه ذره کاشستر و اسلوتر دارن جلو میرن به خاطر اکانومی و اتفاقاتی که در کشور افتاده. برای بینندگان ما توضیح میدین که چرا جشنواره ساندنس انقدر در دنیای سینما مهمه و برای خود شما چه اهمیتی داره که فیلمتون یکی از فیلم‌های منتخب هست و در جشنواره امسال به نمایش در میاد؟ ساندنس این گنده‌ترین فستیوال‌های تو دنیاست. نمیدونم چندین ساله، بگم 10-12-20 سال 30 سال میدونم، مگه نه؟ ساندنس 30 سال وجود داره ولی یه انرژی اینجا هست. همه اندستری ایندیپندنت این فستیوال نگاه میکنن، همه فستیوال های دیگه هم تو دور دنیا، امریکا این فستیوال نگاه میکنن. موقع انتخاب میشی تو ساندنس میگن مثلا امریکا میگن چراغ روتونه، همه دارن شما رو میبینن. چیزی که اتفاق میفته میشه گفتش که ساندنس تقریبا مثل المپیکی هست برای کسایی که فیلمساز هستن. و یه خوبی که ساندنس داره برای کسایی مثل ما که فیلمساز هستیم اینه که ما رو میاره به یک جایی که حتی فیلم فستیوال مثلا کان که در دنیا معروف هستش به ما بیشتر توجه میکنن و از معرف فکت قراره که ما با اونا یک میتینگ داشته باشیم و همینجور فستیوال های دیگه در جهان. خیلی از کارشناس‌های هنری معتقدن که ساندنس در اصل یه سکوی پرتابی واسه هنرمندای جوان و سینماگران مستقلی که شاید کارشون رو تازه شروع کردن. نظر شما در این باره چیه؟ چقدر مهمه که کاری فیلمساز جوان و مستقل در اونجا به نمایش در بیاد؟ خیلی مهمه، مهمترین چیزاست. ولی ساندنس دو سه جور کاتگوری داره. کاتگوری دارن واسه فیلم‌هایی که جوونا می‌سازن، کاتگوری دارن که فیلمایی که مثلا هنرپیشه خیلی بزرگ امریکایی توشون هستن. یه چند جور
راه هست که کارگردان جور با جور بتونه خودشونو نشون بدن، کارشونو نشون بدن. کاری که ساندنس برای فیلمسازا انجام میده اینه که وقتی که ما این فیلم رو تموم میکنیم و میاریم به ساندنس و قبول میشه که بیاد ساندنس، چون تمام خریدارهای استودیوها در ساندنس هستن و ما در ساندنس 5 تا اسکرینینگ خواهیم داشت که تا حالا ما 3 تاشو آلردی داشتیم و یه اسکرینینگ داریم برای پرس. وقتی که اینا چانس دارن و تمام این استودیوها، خریدارای این استودیوها چانس دارن بشینن فیلم شما رو ببینن، وقتی که مردم نشستن و ریاکشن مردم رو ببینن، که همچین کاری مثلا در هالیوود، حتی در هالیوود خیلی سخته که بتونین شما تمام این خریدارا رو at the same time همه رو جمع بکنین توی یه دونه تیتر و این فیلم رو بهشون نشون بدین و اینا ببینن ریاکشن مردم و چطوری روی این فیلم مردم فکر میکنن. روی نظر ساندنس کاری که میکنه به ما اون پاسیبیلیتی رو میده که فیلم ما رو تمام استودیوها ببینن و چانسش باشه که ما بتونیم این فیلم رو بفروشیم و بیاریم به سینما و تمام مردم بتونن فیلم رو تو تیتر نگاه کنن. خب بریم به سراغ فیلم شما، فیلیپ براون. داستان چیه؟ چرا به سراغ این موضوع رفتین؟ فیلیپ براون، راستش فیلیپ براون، داستان فیلیپ براون رو ما از زمانی که فیلم اولمون ESL تموم شد، من و یوسف از ریاکشنی که ما بیشتر فیلم ESL یه ذره بیشتر توی بر نصف فیلم به اسپانیش بود و نصفش به انگلیسی بود، برای لاتینوها بود بیشترش، ولی با این همه داستان فیلم قبلی ما اون یونیورسال بود و ما احساس کردیم که جوانهای لاتین آمریکایی این فیلمو زیاد براش نتونستن استقبال نکردن به خاطر زبون و ما تصمیممون این بود که این فیلمی که خواهیم ساخت فیلم بعدیمون یه سری باشه که برای جوان‌ها باشه و فقط برای لاتین‌ها نباشه، برای یک گروهی مثل آدینس بزرگتری باشه. که بعد یوسف شروع کرد درباره این داستان فکر کردن و اسکریپت رو شروع کرد نوشتن. یوسف جان تعریف کن درباره پروسس اسکریپت. یس، من داستان فکر کردیم که اگه بخوام مثل جوان‌ها درست کنیم، داستان توش باید موزیک باشه. فکر کردیم خیلی جالب بود یه موزیشین، داستان رو یه موزیشین بنویسیم که هر چقدر که موزیکش بهتر میشه، گنده تر میشه، بزرگتر میشه تو این کارش، موزیکش عوض میشه، خودش یه ذره عوض میشه. این یه داستان جالب بود که یه آدمی که خودش رو پیدا کنه، یه دختر جوانی که خودش رو پیدا کنه روی موزیکش. درسته. چیز فکر کردیم که ما این ایده بود که ما بتونیم یه داستان بدیم واسه جوونا. و در حال حاضر وقتی که شما به فیلم فیلیپ براون نگاه میکنین، فقط برای جوان ها نیست، چون درباره یک فامیلی که از تقریبا به پاش شده و این فامیلی چطوری با این شخصی که اسمش به نام فیلیپ براون هست و این قدرتی که این جوان داره و این پشنی که داره و این طرزی که ایشون هست، تمام این فامیلی رو سعی میکنه جمع کنه و همه رو برگردونه به هم. مادر ایشون تو زندان هستش و پدرش شخصی بوده که قبلا توی گنگ بوده و الان داره خودشو تمیز میکنه که بتونه دخترشو بزرگ کنه. اما یوسف، این فیلم رو به اتفاق مایکل کارگردانی کرده، یه مقدار در این باره توضیح بدید اصلا چطور این همکاری مشترک شکل گرفت؟ ما وقتی که فیلم اولمون رو در نیویورک لاتینو فیلم فستیوال بردیم و برنده فیلم فستیوال شدیم، مایکل یه فیلمی داشت در اونجا و ما حتی با هم دیگه کمپیت کردیم و ما مایکل اونجا باش آشنا شدیم و خیلی با هم دوست شدیم در فستیوال. و بعدم که برگشتیم، چون هر دوتا تو آفیسامون تو هالیوود بود، کارگردان چیز جالبیه، میدونی یه فورسی لازم داره، میدونی کارگردان یه پوزیشنه که همه چیزو جلو پوش میده، میدونی؟ منم فکر کردم جالب بود که مایکل با هم خوب کار میکردیم، اونم چند تا ریسورس داشت، منم چند تا ریسورس داشتم، گفتیم بیا ایگو چی میشه فارسی؟ ایگومون بزنیم کنار، یه فیلم با هم دیگه درست کنیم. بس اینکه موقع دو تا کارگردان داری، دو تا فورس داری که این پروژکتو ببری جلو. ما فکر کردم چقدر جالب میشه که اینا ما شروع کنیم الان، وای نستیم، میدونی؟ و ما فیلم قبلیمون به نام بدرومز، مایکل با ما اینوال بود، چهار تا از سه تا دایرکتور بودن، سه تا کارگردان بودن رو فیلم بدرومز کار کردن و مایکل یکی از اون کارگردان ها بود که ما با هم شروع کردیم رو اون فیلم کار کردن و از طرز کارگردانیش، از طرز فهم فیلمش ما خیلی خوشمون اومد و چون شخصیت خیلی خوبی هم که داره تونستیم با هم کار کنیم. رو نظر خیلی دلمون میخواست که باز با هم دیگه یه فیلم دیگه درست کنیم، که یوسف تصمیم گرفت که مایکل رو دعوت کنه و با ما رو این فیلم کار کنه. یه مقدار درباره مراحل تهیه و تولید فیلم هم صحبت بکنید، در کجا فیلم برداری شد و چقدر زمان برد تا اینکه این پروژه به پایان رسید؟
ما 26 روز فیلم برداری کردیم، همه فیلم تو لاس آنجلس. من لاس آنجلس بزرگ شدم. یه چیزی هم که من میبینم، یه چیزی که نمیبینم تو سینما، تأثیری که من لاس آنجلس رو میبینم من تو سینما نمیبینم. ما هم این چیز خواستیم بیاریم جلو، میخواستیم وجود بکنیم. تقریبا میخواستیم یک اینتروداکشن و یه آشنایی با یک جاهایی که در شاید خیلی از فیلم‌ها دیده نشه، ما این رو آشنایی بدیم به مردمی که بیرون از لس آنجلس هستن. همینجوری که یوسف جان میگه، ما خیلی دوست داریم همیشه فیلمامون بیشترش تو لس آنجلس باشه تا جایی که میشه، چون هم خب آشنایی زیادی خودمون داریم و برامون هم آسان‌تر، چون وقتی که ما فیلم‌های ایندیپندنت که شما درست می‌کنین بودجه‌تون خیلی کمتر هستش، رو نظر بعد همیشه سعی کنین که بهترین جوری که میتونین این فیلمو تموم بکنین. بعدن 26 روز تو این برادر کردن، ولی 6 ماه هم روش ادیتینگ کردیم. این پروسس خیلی بزرگ بود، خیلی پروسس مهمیه واسه من. منم خودم ادیت کردم فیلمو. یه از مهمترین چیزاست من فهم میکنم که راستی داستان اونجا درست میشه. اصلش درست. بله. خب با توجه به اینکه تا حالا چند بار این فیلم در ساندنس به نمایش در اومده و شما دو سه اکران دیگه هم دارید، واکنش ها تا این لحظه چطور بوده؟ چه بازتابی داشته نمایش این کار در اونجا؟ ریاکشن مردم خیلی خوب بوده و با این همه که این فیلم برای ما میشه گفت ما این فیلمو بیشتر برای جوانها درست کردیم، یعنی اونها تو مغز ما بودن وقتی این فیلمو ما درست کردیم، ولی بیشتر آدینسی که در ساندنس هستن سنشون بالاتر هستش و ریاکشن امیزینگی بوده. اصلا یه چیز عجیبی بوده که اینا همه دونه به دونه احساسات خودشونو با ما گفتن و چقدر این فیلم رو ازش پشتیبان خواهند. جالب‌ترین چیز بود ما چند ست اسکرینینگ داشتیم. هر دفعه مثلا یه جایی میشه که یه کسی یه کامیدی جوک میگه، همه میخندن. آخر فیلم که همه اصلا دیگه دارن ریاکشن مردم خیلی درباره تمام تیکه های فیلم خیلی خوب بوده، ریسپانس خیلی خوب بوده و همچنین درباره اندستری. در حدود الان چندین استودیو هستن که با ما دارن در حال صحبت هستن که ما فیلمو براشون در نیویورک و لس آنجلس داریم نشون میدیم که اینها این فیلمو ببینن، چون چانس نداشتن یا کسایی بودن که مثلا برای کمپانی کار میکردن استودیو و شخصشون در اینجا دیده و میخواد حالا بزرگترها در نیویورک یا لس آنجلس این فیلمو ببینن. جالب ترین چیز هم هست، ساندنس جای کوچیکه، اونقدر بزرگ نیست، یه دونه مین استریت هست. بعد از ست اسکرینینگ همه تو خیابون ما رو دارن آشنا میشن، همه هم میان میگن که چقدر فیلم جالب بود، چقدر دوست داشتیم. yes. نه که ما مثلا سینماتوگرافرمون، هنرپیشامون، یه انرژی چیز جالب سندنس اینه، یه انرژی سینماست. Absolutely. همه اینجا دارن فیلم نگاه میکنن، عاشق فیلمن، خیلی چیز جالبیه. ما یه کاری که کردیم در حدود 60 نفر از دوستان و کسایی که با ما در فیلم کار کردن، بیشتر اکتورهامون مستر ادوارد جیمز اولموس، لو دایمن فیلیپس، جنی ریورا که یه خواننده معروف مکزیکی هستش که آهنگای محلی مکزیکی رو اجرا میکنه و ایشون برای اولین دفعه کارای اکتینگ کردن با ما رو فیلم، ایشون اینجا بودن، و جینا رودریگز که هنرپیشه اصلی فیلم هستش، همه اینجا بودن. روی نظر خیلی اتنشن زیادی روی فیلم ما بوده و خیلی پرس دربارش بوده و خیلی چیزها دربارش نوشته شده. من وقتی که خبر مصاحبه با شما رو فیسبوک و توییتر گذاشتم، خب واکنش‌های خیلی زیادی از بیننده ها داشتیم، همه به شما تبریک گفتن و آرزوی موفقیت بیشتر، ولی خیلی هم پرسیدن که آیا شما در آینده قصد دارید که یه فیلمی بسازید در رابطه با ایران، یا اینکه شخصیت‌ها و کاراکترهای ایرانی درش باشه؟ خوشحال میشیم جواب شما رو در یه دقیقه‌ای که داریم بشنویم. ابسولوتلی، ما فیلمی داریم که حتی میشه گفتش که تا نصف مرحله رو جلوی آوردیم و این سناریو نوشته شده. فیلم اسمش هست داماد ایرانی و یک کامدی خواهد بود و تقریبا درباره فامیلیای ایرانی و اون آداب معاشرت ایرانی در ایران و خارج ایران خواهد بود، که خیلی چیز جالبی خواهد بود که ما به امید خدا به زودی خواهیم شروع کرد برای آوردن به جلوی فیلم. یوسف دلارا، امیر دلارا، از شرکتتون در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. اگه نکته آخری هست خوشحال میشیم کوتاه بشنویم.
تنها چیزی که میتونم بگم این که خیلی ممنون از تمام دوستان ایرانی و شما که همچین اجازه رو به ما دادین که ما باهاتون باشیم و وقتی که فیلم در سینما خواهد اومد تنها چیزی که از دوستان ایرانی خواهیم خواست که اینه که پشتیبان بکنن چون اینجور چیزها خیلی مهمه مخصوصا هفته های اول فیلم و به امید خدا که ایشالله هرچی زودتر در سینما بتونین شما فیلم رو ببینین. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم در ادامه برنامه هایی که در پیش داریم. خیلی ممنون. خیلی ممنون.